با عرض سلام خدمت دوستان گرامی، به خصوص دانشجویان و اساتید محترم، میخوام در طی چند جلسه درباره نحوه نوشتن مقالات انگلیسی و همچنین بررسی اجزای مقاله و در ادامه کلمات، عبارات و جملات مهم و یا جملات ارزشمند برای افزودن به زیبایی و وزن مقالات انگلیسی صحبت کنیم. امروز تصمیم دارم در مورد تایتل مقالات انگلیسی صحبت کنم و به تایتل مقالات نیچر فیزیکس در بین سالهای 2005، 2010 و 2020 بررسی خواهیم کرد که آیا بین این چند سال نحوه نوشتن تایتل تغییر داشته یا اینکه سیر صعودی نوشتن تایتل ها به چه شکلی بوده. من از قبل به سایت ژورنال نیچر فیزیکس اومدم و یه سری از تایتل ها رو از بین نامه ها یا همون لترز و مقالات یا همون آرتیکل ها برداشتم. ممکنه سوال پیش بیاد که تفاوت بین لتر و آرتیکل چی هست؟ من یه سرچ کوچیکی انجام دادم و تفاوت های بین لتر و آرتیکل رو جستجو کردم و خلاصش این که در آرتیکل ها موضوع اصلی آرتیکل توضیح دادن گزارش کاملی از اون کار علمی هست که انجام شده و میتونن تا 50 تا رفرنس برای مقاله اعلام کنن و یه نکته مهم اینه که توی آرتیکل نمیشه به یک رفرنس در بخش ابسترکت اشاره کرد. معمولا گفته که سامری اون مقاله باید تا 150 کلمه باشه و بدون رفرنس. منظور از سامری همون ابسترکت هست یا همون بخش ابتدایی مقاله که به فارسی چکیده میگیم. متن مقاله معمولا تا 3000 کلمه هست توی آرتیکل و گفته که بخش معرفی یا اینتروداکشن میتونه تا 500 کلمه باشه و تعداد شکل و جدل توی آرتیکل خود معمولا بین 5 تا 6 تا هست. اما لتر گفته که گزارش های کوتاه تری از اون کار انجام شده اوریجینال هست که یافته رو به صورت مختصر توضیح میدن توی لتر و تعداد رفرنس هم کمتر هست تا 30 رفرنس. ضمناً در قسمت چکیده لتر نویسنده مجاز هست که به رفرنس اشاره کنه و شماره رفرنس قرار بده و معمولاً هم گفته که تا 200 کلمه میتونه باشه چکیده و اگر بیشتر بود دیگه بیشتر از 300 کلمه نخواهد بود و متن اصلی هم همونطور که میبینید کوتاه‌تر باید باشه نسبت به آرتیکل و معمولا تا 1500 کلمه. تعداد شکل و جدول هم 3 تا 4 تا معمولا و سایزش هم ممکنه کوچکتر در نظر گرفته بشه. حالا ما به عنوان نمونه اگه بخوایم بررسی کنیم تفاوت آرتیکل و لتر رو، به عنوان مثال یک آرتیکل هست همونطور که مشاهده می‌فرمایید در قسمت ابسترکت به هیچ رفرنسی اشاره نشده. اگه به رفرنس های مقاله نگاه کنیم مشاهده می‌فرمایید که تعداد رفرنس ها از 30 تا بیشتر است یا از 50 تا کمتر. اما در قسمت لتر اینجا نوشته شده لتر برای سال 2005 مشاهده می‌فرمایید که در قسمت
ابسترکت از رفرنس به رفرنس اشاره شده، رفرنس 2 4 و غیره. و یه نگاهی هم اگه به تعداد رفرنس ها داشته باشیم، مشاهده می‌فرمایید که از 30 تا کمتر هستش. حالا میریم به بررسی میتونیم تعداد کلمات آرتیکل رو با هم دیگه بررسی کنیم که حدوداً 3485 تا، که اگه ما قسمت چکیده رو در نظر نگیریم تقریبا همون 3000 کلمه نوعی هست که برای آرتیکل در نظر گرفته میشه. برای لتر اگه همه کلمات رو انتخاب کنیم 2325 تا، اگه ما چکیده رو در نظر نگیریم و چیزهای حاشیه‌ای همون، میشه گفت که 1500 تا 2000 تا انتخاب شده برای بخش برای مقاله لتر. خب در آخر هم بپردازیم به تایتل های مقالات. در سال 2005 نیچر فیزیکس مشاهده می‌فرمایید در قسمت آرتیکل ها یکی از نام ها به عنوان مثال گفته شده که Special Imaging of the Spin Hall Effect and Current Induced Polarization in Two Dimensional Electron Gases. گفته که یک مفهومی یا یک اندازه‌گیری یا هر اتفاقی در یک فازی یا یک مورد دومی. اگر به تایتل دوم نگاه کنیم، سوپرکاندکتیویتی بخش اول، این به دوباره مورد اول در مورد دوم، مورد اول در مورد دوم. سیگنچر آف افکتیو ماس، این دوباره مشاهده می‌فرمایید که شماره 1 در شماره 2. مورد چهارم maximum angle of stability of a wet granular pile. اینجا به صورت یک بخشی تقریبا اومده، البته اگه ما بتونیم آب رو در نظر بگیریم بازم میشه گفت که دو مورد رو بررسی کرده که maximum angle of stability یک مورد، red granular pile مورد دوم. مثال بعدی large scale turbulent flow around a cylinder مورد اول، in counter flow super flow helium. در سال 2005 مشاهده می‌فرمایید که تقریبا تایتل نیچر کوتاه بوده. در مورد آخر آرتیکل های 2005 که بررسی می‌کنم بازم این و مشاهده می‌فرمایید. به صورت لترها کریتیکالیتی این کوریلیتد کوانتوم ماتر، بازم کلمه این رو مشاهده می‌فرماییم. و بارد بعدی هم باز این دابل ویل آنانتوم چیپ. پس مشاهده می‌فرمایید که میشه از این الگو بهره برد، مورد اول در مورد دوم، و یه تایتل کوتاهی نوشت. در سال 2010 مشاهده می‌فرمایید به عنوان مثال Energy Gaps and Zero Field Quantum Hall Effect in Graphene by Strain Engineering.
مورد بعدی باز هم کلمه اینده اومده این و جالب است که تایتل هایی که انتخاب شده به صورت پشت سر هم از مقالات انتخاب شده و به صورت اتفاقی از یک تا به عنوان مثال 5 یا 6 یا 7 اون سال و یک شماره خاص انتخاب شدن و مشاهده می توانید که به صورت پشت سر هم کلمه این و اینده بوده توی مقالات. Melting temperature of diamond at ultra high pressure. At هم مثل کلمه این به مورد بین اول و دوم اشاره داره. مورد بعدی realization of a programmable two qubit quantum processor. اینجا تقریبا یک موردی هست و اشاره به مورد دوم نداره که بینشون این بیاد، مگر اینکه ما بخوایم آب رو در نظر بگیریم. ریالیزیشن رو از پروگرامبل تو کیوبیت کوانتوم پروسسور جدا کنیم و این یک الگوی دیگه ای هست که از آب استفاده میکنه. و مورد آخر آرتیکل ها experimental probing of the interplay between ferromagnetism and localization. دوباره اینجا کلمه این اومده و مورد اول کمی طولانی هست و مورد دوم کوتاه. توی بخش letters یا معمولا اسما جمع جورتر به نظر میاد، به عنوان مثال controlling x-rays with light. اینجا به جای این کلمه light جایگزین شده و بازم میشه گفت که تقریبا دو بخشی هستش. quantum oscillations from Fermi arcs. حالا به جای این کلمه from، پس اگه بخوام یه توصیه کلی کنیم میشه گفت که برای نوشتن تایتل یک راه این هست که ما کلمات کلیدی مقاله خودمون رو مشخص کنیم و از و با استفاده از این کلمات کلیدی مقاله بتونیم یک تایتلی رو به وجود بیاریم با استفاده از الگوهایی که برای مقالات معتبر مشاهده می‌کنیم. میتونیم از اون الگوها استفاده کنیم و کلمات کلیدی خودمون رو توی اون الگوها جاگذاری کنیم. مورد بعدی universal origin for secondary relaxations in supercooled liquids and structural glasses. من باز هم کلمه این رو هایلایت می کنم و باز هم تأکید می کنم که اینها به صورت پشت سر هم انتخاب شدن و الگوهاشون تقریبا مشابه هم هستش. حالا میایم به نسخه آخر مقالات نیچر فیزیک در سال 2020 ماه ژانویه که همین چند روز پیش یا میشه گفت دیروز تموم شد. در بخش لترها خیلی برام جالبه که باز هم الگوها تغییر خاصی پیدا نکرده، یعنی در سال 2020 پس از 5 و 10 سال مشاهده می‌کنید anomalous decay of coherence in و مورد دوم. تایتل بعدی angle resolve photo emission spectroscopy of، اینجا میشه گفت که از آب استفاده شده. cooling and self oscillation مورد اول این نانو تیوب الکترو کمیکال دیزنیتر.
مورد بعدی هم فال افکت رو توی گرافن بررسی کرده، باز هم از این استفاده شده. کلمه جالبی که ما میتونیم توی مقالات بهره ببریم observation هست، یعنی اگر جا داشته باشه مقالمون بتونیم در ابتدای تایتل بگیم observation of کلمه کلیدی خودمون رو توی تایتل بعد از عبارت observation of قرار بدیم. برو rotation of order couple with second order non-linear optical film. حالا میتونست مثلا باشه observation of a جای خالی این اوربیت و سپس عبارت دوم بیاد. اینجا الگویی هست که از آب استفاده شده و کلمه این وجود نداره و در مورد بعدی باز هم آب اه. مشاهده می‌فرمایید که تقریبا دو سه قالب رو توی این مقالات حدود 15-20 هایی که بررسی کردیم استفاده شده و بخش آرتیکل های 2020 مشاهده می فرمایید که از کلمه این استفاده شده اینجا در مورد اول. در مورد دوم Ecoherent Non-Mechanical Oscillator Driven By، اینجا یه عبارتی بین دو عبارت خاص یا دو عبارت کلیدی مقاله قرار گرفته. مورد بعدی خیلی با چهار کلمه تونسته تایتل جالبی رو ایجاد کنه و میشه گفت که این تایتل تشکیل شده از شاید دو تا کلمه کلیدی پروژه این نویسندگان. در مورد بعدی هم از کلمه این استفاده شده. الگوی بعدی آف استفاده شده و یا for the energy cost and optimal design for synchronization of copper molecular oscillators. و این مورد خیلی مهمی هم که شاید تایتل مقاله رو جذاب کنه بحث ذخیره انرژی، صرفه‌جویی در انرژی و کاهش دادن هزینه های پروژه هست که خیلی برای داوران ژورنال مهم هست، برای ادیتورا. و اگر بتونیم توی تایتل اشاره کنیم که آقا ما تونستیم بهره‌وری کار رو افزایش بدیم یا قیمت کار رو نسبت به موارد مشابه کاهش بدیم، برای ادیتورهای ژورنال ها خیلی قابل توجه هست. مورد بعدی هم کلمه این رو مشاهده میکنید که من هایلایت میکنم. از توجه شما سپاسگزارم و به خاطر اینکه تلفظ انگلیسی بنده در مواردی نقص داشت عذر میخوام. امیدوارم که جلسات بعدی بتونیم با مطالب بسیار پربار در خدمت شما دوستان گرامی باشیم. با سپاس.